پادکست سیاسی روز در ایران آزادی، تحلیل مهمترین مسائل روز. به پادکست تفسیر سیاسی روز گوش می دهیم. پزشکیان: به من دیکته نمی شود، نظام را در خطر می دیدم. پزشکیان صبح روز جمعه 29 تیر 1403 با حضور در نهاد ریاست جمهوری خامنه‌ای با رؤسای باندهای فاشیستی به اصطلاح اصولگرا دیدار و به گفتگو پرداخت. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم، پزشکیان در این دیدار گفت: بنده بارها گفتم آمدنم به این جهت بود که نظام را در خطر می‌دیدم. اینکه برخی فکر کنند به بنده دیکته می‌کنند اشتباه است. فرافکنی پزشکیان برای جزامی نشدن به اندیشه ولایت فقیه واقعیت حکومت خامنه‌ای خیلی عیان است. در حکومتی که یک سالاری حاکم است، قانون اصلی دیکته کردن است. دیکته کردن در یک حکومت به معنی تحمیل کردن یا اجبار کردن سیاست‌ها، قوانین یا دستورات از سوی مقامات حاکم به مردم یا سایر نهادهاست. در این نوع حکومت تصمیم گیری ها به صورت یک جانبه انجام می شود و فضای مشارکت عمومی و دموکراسی وجود ندارد. مردم ایران در این چند دهه شاهد این واقعیت بودند که شخص ولی فقیه همه کاره در حکومت استبدادی است. در حکومت های مستبد مثل سلطنت ولایت فقیه، مردم عموماً از حقوق و آزادی های اساسی محروم می شوند و معمولاً با سانسور، سرکوب و محدودیت های شدید مواجه می شوند. این نوع حکومت ها معمولاً توسط دیکتاتورها با باندها و یا احزاب و گروه های حاکم اداره می شوند. آنها برای حفظ قدرت خود از ابزارهای مختلفی مانند کنترل رسانه ها، دستگاه های امنیتی و سرکوب مخالفان استفاده می کنند. با این وصف، آیا پزشکیان خارج از دایره دیکته کردن از جانب خامنه ای توان گام برداشتن دارد؟ بی تردید خیر، و فرافکنی او هم به این دلیل است که جزامی نشدن خود به خامنه ای را لاپوشانی کند، در حالی که خود به اعتراف کرد که ذوب در ولایت است. چرا پزشکیان در حکومت خامنه ای فاقد اراده است؟ در این بحث که پاستورنشین منتسب با وجود خامنه ای از خود هیچ اراده ای ندارد تردیدی نیست. طبق قانونمندی های موجود، شخصی که اراده ای از خود نداشته باشد به طور طبیعی توانایی مقاومت و گریختن از دیکته شدن را ندارد. حال پزشکیان با وجود شخصی مثل خامنه ای نمیتواند تصمیمات مستقل بگیرد و بنابراین تمایل به پیروی از دستورات و قوانین تحمیلی او دارد. امکان ندارد کسی که از صندوق های بی‌رأی بیرون کشیده شده باشد از خود اراده داشته باشد. طبعا این افراد معمولا وضعیت موجود را همان گونه که هست میپذیرند و توان یا تمایلی برای تغییر آن ندارند. به همین دلیل پزشکیان می گفت که راه رئیسی را ادامه می دهد، یعنی زاویه‌ای با خامنه‌ای ندارد. آیا پاسخگویی به مطالبات مردم در این حکومت با پزشکیان امکان دارد؟ جامعه و مردم آن که فقر و معیشت سخت بر زندگیشان سایه افکنده مطالبات خود را دارند. بخشی از این مطالبات در آزادی و حق انتخاب خلاصه می شود. آیا حکومت می تواند این مطالبات را برآورده کند؟ مطالباتی از جمله لغو حکم ضد انسانی اعدام و یا برچیدن دادگاه‌های ضد مردمی، همچنین تأمین حقوق آزادی زنان جامعه و جلوگیری از سرکوب زنان به بهانه آخوندساخته‌ای که نفس کشیدن را برای آنان به شمارش انداخته است. آیا معیشت مردم با هزینه‌های سرسام‌آور را پزشکیان می‌تواند به سامان برساند؟ آیا او می‌تواند کاهش هزینه‌های زندگی را برآورده سازد؟ آیا دانشجویان را می تواند از خود و زنجیر نهادهای سرکوبگر خامنه‌ای آزاد کند؟ ده ها مطالبه دیگر مردم که از بابت هر کدام رنج‌های بسیار تحمل می کنند. طبیعی است که خامنه‌ای ضعیف‌ترین حلقه را انتخاب کرده که بتواند در جهت تأمین بقای نظام عمل کند. به همین دلیل پزشکیان هم می گوید آمدنم به خاطر این بود که نظام را در خطر می دیدم. اما نمی گوید چه خطری متوجه نظام بود.
اگر به وضعیت جامعه و زندگی مردم توجه شود، بیش از 4 دهه جز رنج و مهنت و سختی چیزی دیگر نصیبشان نشده است. علاوه بر آن، سرکوب گسترده قیام‌های مردم که به خاطر مطالباتشان دست به آن زدند. اصلی ترین خطری که حکومت خامنه‌ای را تهدید می‌کند، قیام‌ها و خیزش‌هایی است که به سرنگونی خامنه‌ای منجر می‌شود. چرا باید پاستورنشین‌ها به سیاست‌های خامنه‌ای تن بدهند؟ آنها مجبور هستند که به تمایلات و تمام سیاست‌های خامنه‌ای تن بدهند. امری که موجب مشکلات و چالش‌های جدی برای جامعه می‌شود. لاجرم رئیس جمهور خامنه‌ای باید تحت دیکته عمل کند. اصلا برای این اتصاب شده است. تحت دیکته عمل کردن میتواند به ناکارآمدی و بهره‌وری پایین در سیستم‌های دولتی و عمومی منجر شود. مردم از نزدیک در این 4 دهه این واقعیت را لمس کردند که یک حکومت دوست‌سالار سنبششان را تیره و تار کرده است. نتیجه همین سیاست دیکته کردن که اعمال کننده آن ولی فقیه است، با کاهش یا از بین رفتن حقوق و آزادی‌های شهروندی همراه بوده است. وقتی در جامعه دیکته کردن قانون می‌شود، فرایندهای دموکراتیک تضعیف می‌شود و مردم از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی محروم می‌شوند. این همان وضعیتی است که الان مردم ایران دچار آن هستند. شعارهای پوشالی پزشکیان برای لاپوشانی کردن. شعار دادن پزشکیان هم یک پوشال برای پنهان کردن سرسپاریش به ولایت فقیه است که میگوید به من دیکته نمی شود. یک فرافکنی که قصد دارد به این شکل ماهیت خود را پنهان سازد. مردم می دانند که خامنه‌ای همه سیاست گذاری ها را بر عهده دارد. یک نمونه، مگر او نبود که واردات واکسن کرونا را ممنوع کرد؟ نتیجهش چه شد؟ کشتار مردم بیگناه ایران که در کوره‌های کرونا سوختند. حال تن دادن پزشکیان به دیکته کردن مشکلات جامعه را نه تنها حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کرده و چالش‌های موجود را تشدید کند. پس برای حل مشکلات جامعه نیاز به یک حکومت مردمی است. نیاز به افرادی است که مستقل، مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند و تصمیمات خود را بر اساس منافع عمومی و اصول دموکراسی اتخاذ کنند. آن چیزی که در حکومت خامنه‌ای پیدا کردن آن به سان پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. پس برای نجات جامعه باید کوشید. برای رسیدن به مطالبات تلاش کرد. راه حل واقعی خیزش و قیام علیه وضع موجود است. تنها در صورتی مطالبات مردم برآورده خواهد شد که حکومت دیکتاتور خامنه‌ای سرنگون شود و این نه چندان دور محقق خواهد شد.